که در جمع شما هستم عزیزان. من از کانون دفاع از حقوق بشر هستم در ایران و این سازمان 20 ساله که داره فعالیت میکنه و به هیچ ارگان و سازمانی هم وصل نیست و کاملا غیر انتفاعی و مستقل هست. عرض کنم اطلاعیه صادر کردیم که اون رو براتون قرائت کنم. اعتراض: حقی که در دولت جمهوری اسلامی ایران جرم است، نه فقط کشتار، بازداشت، زندان و سرکوب شدید ایرانیان معترض توسط نیروهای امنیتی و انتظامی حاصل اعتراضات آبان ماه 1398 بود که تحت توجهات قوه قضاییه دولت جمهوری اسلامی ایران فرمان اعدام نیز به مجموعه دستاوردهای آن اضافه شد و نقض دیگری به تاریخ ایران. بنابر آمار ارائه شده توسط خبرگزاری رویتر و دیدبان حقوق بشر، 1500 تن از معترضان آبان ماه با شلیک مستقیم گلوله و یا در درگیری با نیروها کشته و هزاران تن نیز بازداشت شدند و دادگاه انقلاب تهران 3 نفر از معترضین بازداشت شده به نام های امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به اعدام، 38 سال زندان و 222 ضربه شلاق محکوم کرده. از سوی دیگر رئیس دادگستری اصفهان نیز در مراسم نماز جمعه و قبل از سخنرانی امام جمعه خبر از صدور حکم اعدام 8 نفر از معترضین اصفهان را به اطلاع مردم رسانده. احکام اعدام برای زندانیان سیاسی امنیتی در شرایطی صادر می شود که بر اساس تصویب قوانین جدید قوه قضاییه مجرمین نه تنها از حق انتخاب وکیل بلکه وکلای منتخب از سوی قوه قضاییه را هم اجازه ورود به پرونده را ندارند و دفاعیاتشان در چارچوب نامه‌نگاری خلاصه می شود. دستگاه قضایی کشور به منظور محدودیت اختیارات آنان اقدام به ارائه لیستی نموده از وکلای منتخب که در مورد تایید و اعتماد قاضی‌های مهم به اقدام علیه امنیت ملی می‌شوند و بازداشت، زندان، حبس‌های طولانی مدت و نیازمند وکیل دیگر قوه قضایی بدون توجه به اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه دادخواهی حق مسلم فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی تواند از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن دارد منع کرد. و یا اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می گوید در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. جرایم منتسب به بازداشت شدگان نیز از قبل توسط بازجوها مشخص شده و برای قاضیان ارسال می شود تا فقط دلیلی باشد برای حکم صادره. پس همیشه چند مورد از اتهامات زیر در احکام همه زندان‌های سیاسی با اندک جابجایی می بینیم: مشارکت در تخریب و تحریف به قصد مقابله با نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات اسلام، توهین به مقامات، ارتباط با بیگانگان و جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و توانی علیه امنیت ملی، اجتماع و توانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اسان عمومی، اخلال در نظم زندان، عضویت و ارتباط با گروهک‌های ملحد و منافق، توهین به مامورین در حال انجام وظیفه، عضویت در کانون‌های مدافعین حقوق بشر، تشویق اذهان عمومی، عدم رعایت حجاب شهری، فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و در نهایت مفسد فی‌الارض که به اعدام منتهی می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل درباره اعلام مجازات اعدام در جهان ایران را یکی از معدودترین کشورهای باقی مانده در جهان خوانده که همچنان از مجازات اعدام علیه نوجوانان و جوانان استفاده می کند. در گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره مجازات اعدام در جهان آمده با وجود کاهش تعداد اعدام ها در سطح جهانی ایران همچنان پس از چین دومین مجری بزرگ اعدام در جهان است. در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 10 هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علناً رسیدگی و درباره حقوق و اتهامات جزایی منتسب به او اتخاذ تصمیم شود. بنابراین قوانین یاد شده در دولت جمهوری اسلامی ایران
به دلیل نقض دائمی حقوق بشر محکوم است و باید هر چه سریعتر نسبت به آزادی زندانیان سیاسی، امنیتی، عقیدتی، مدنی و دانشجویی و لغو هر گونه اعدام با هر وسیله و یا هر اتهام به بهانه اقدام نماید. قانون دفاع از حقوق بشر در ایران. ممنونم از شما که گوش کردید و متاسفانه می‌بینیم که نه تنها 30 ماده اعلام جهانی حقوق بشر در ایران اجرا نمیشه، سند 23 یونسکو هم که از 17 هدف تشکیل شده اون هم داره نقض میشه. ممنونم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.